امروز از روز عاشورا که یادآور شهادت مظلومانه امام حسین علیه السلام و 72 تن از یارانش در دشت کربلا است. طی محفلی وسیع و گسترده در مصلای سلطانی شهر مزار شریف بزرگ داشت به عمل آمد. در این محفل جمع کثیری از علما و روحانیون، مسئولین اداری امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی افغانستان و هزاران تن از عاشقان و عزاداران امام حسین علیه السلام حضور به هم رسانیده بر تداوم و حمایت از راه آن حضرت تأکید کردند. این محفل با آیاتی چند از قرآن عظیم الشان آغاز گردید. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. در این محفل حجة الإسلام والمسلمين محمد امین محمودی ضمن برشمردن ابعاد قیام امام حسین علیه السلام و علل ماندگاری این قیام و نهضت انسانساز پرداخت و افزود که قیام امام حسین علیه السلام ریشه در قرآن دارد و خداوند بزرگ با قدرت خودش از آن حفاظت می کند. هر تفکری، هر باوری، هر فصلی که رنگ و ریشه قرآنی به خود میگیره، ماندگاریش، جاودانگیش تا دامنه قیامت تضمین الهی داره، گارانتی الهی داره. خدای سبحان اون جریان و اون مکتب و اون باور را با قدرت الهیه خودش حفاظت و حراست میکنن. نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. مصطفی را وعده داد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق. من کتاب و معجزم را حافظم، بیش کم کن راز قرآن رافظم. اگر بتوانیم ریشه های قرآنی عاشورا را خوب مورد دقت و بررسی قرار بدیم، یک اطمینانی، یک تسلی خاطر در ذهن همه عاشورایان پیدا می شود که عاشورا ماندگار است، جاودانه است، همونطور که از بدو تأسیسش تا امروز با دنیای زیبایی و تراوت و درخشش در بین مسلمانان عالم ماندگاری خودش رو دارند. حجة الاسلام والمسلمین سید حیدر هاشمی، خطیب مصلای سلطانی شهر مزار شریف، گفت که امروز عده‌ای هستند که برنامه‌های امام حسین علیه السلام را به عنوان برنامه‌هایی که به نفع کشورها نیستند معرفی می‌کنند، چون از آزادی و روشنی اذهان جامعه و بیداری مردم در هراسند، حالان که امام حسین علیه السلام محور وحدت و حمایت از قرآن است. عده تبلیغات کرده بودند حسین در مقابل خلیفه مسلمین قیام کرده، یزید را به عنوان خلیفه معرفی کرده بودند، حسین را به عنوان عامل آنارشیزم و بی‌نظمی. این تبلیغات دشمن بود. امروز هم خیلی ها برنامه های ابی عبدالله را به عنوان برنامه هایی که به نفع کشورها نیست معرفی کردن. چرا؟ چون از آزادی،
از روشنی، از بیداری جوامع می هراسند. بر ماست با اخلاص، با عدالت، با ادب و با ژرف نگری و آینده نگری این گفتمان و این مکتب را رهبری کنیم و پیش ببریم. این است جایگاه حسین. امروز یکی از مشکلات همه کشورها، همه دنیا، مخصوصا کشورهای اسلامی این است که حق با باطل در هم آمیخته می شود، برای که صدای حسین به گوش مردم نرسد. فکر می کنم مجالس حسین در مسیر اختلاف است، در مسیر بی‌اعتنایی به باورهای سایر مسلمان ها است. نه، حسین محور وحدت است، حسین محور حمایت از قرآن است. آیه قرآن نیفتاد از لب خشک حسین، از کنار قتلگاه تا دامن تشت طلا. خواهرش صدا زد قرآن روی نیزه، قرآن بخوان برایم، قرآن بخوان برایم تا از رهت بیایم، قرآن بخوان که صوتت در جان دل بماند، قرآن بخوان که ما را کس خارجی نخواند. او افزود که عده‌ای در بین مردم به این تفکرند که در مجالس امام حسین علیه السلام به امهات مؤمنین توهین می شود. او گفت که این یک شایعه است و توهین به همسران پیامبر اسلام هیچ جایگاه شرعی ندارد و از دیدگاه مراجع تقلید شیعه و به خصوص حضرت آیت الله العظما سیستانی مد ظل العالی حرام مطلق است. امروز عده‌ای فکر می‌کنند در مجلس حسین به امهات مؤمنین توهین میشه. این دروغ است، این شایعه است. ام المؤمنین بی بی عایشه همسر پیامبر روایت نقل میکنه پیامبر در 2 سالگی امام حسین وقتی جبرئیل آمد از شهادتش گزارش داد گریه کرد. وقتی بیرون رفت پدرم ابوبکر، خلیفه دوم عمر ابن خطاب، خلیفه چهارم و امام اول امیر المؤمنین ابوذر، حذیفه و 6 نفر از اصحاب پیغمبر بودن، سوال کردن یا رسول الله ما یبکیک، چرا گریه میکنی؟ فرمود حسینم در کربلا کشته میشود. مجالس ابی عبدالله وسیله بیداری است، مظهر وحدت است. این مجلس ها سنگر است. مخالفت با مجالس حسین آسیب به روشنی، آسیب به بیداری است. قدرت بیان را ببین. فرمود و این کذبتمونی، اگر مرا تکذیب میکنین که پیغمبر درباره من و درباره برادرم این حرفها را نگفته، در میان شما فان فیکم، در میان امت پیامبر، در میان شهرهایی که شما زندگی میکردین، از اونجا این 30,000 نفر را آوردین، اونجا کسانی هستند از صحابه پیامبر. فان فیکم من ان سالتموه عن ذالک اخبروکم یا اخبرکم، در بین شما از اصحاب پیامبر کسانی هستند که می توانید از آنها سوال کنید. بیان بالاتر از این بعد فرمود سلو جابر ابن عبدالله الانصاری، برین از جابر یکی از اصحاب پیامبر سوال کنین، بعد برین جابر خودتان مطالعه کنین، از ابا سعید خدری سوال کنین،
از سهل ابن سعد ساعدی سوال کنین، زید ابن ارقم را بروین بپرسین و از انس ابن مالک بپرسین. پنج نفر از اصحاب پیامبر را نام برد. یخبرونکم، این پنج صحابی در سال 61 زنده بودن. یکیش جابر بود که بعد آمد زیارت اربعین را بنیانگذاری کرد. یکیش زید ابن ارقم بود که تاریخ می نویسد خواندن قرآن را از بالای نیزه از سر حسین شنید. سید محمد یزدان پرست، یک تن از خبرنگاران شهر مزار شریف، امام حسین علیه السلام را اسوه شجاعت و مردانگی، عدالت و دینداری خواند. گفت که هر کس به عدالت باور دارد و هر کس که از ظلم متنفر است امروز ماتم دارد. امروز هر کی که به عدالت باور دارد، هر کی که از ظلم متنفر است، هر کی که به میرورزی به امنو معتقد است ماتمدار است. گاندی مسلمان نیست، اما سرور و سالار شهدا و آزادگان جهان حسین ابن علی علیه السلام رهبر خود میپندارد. پس تمام انسانهای عدالت خواه، حق طلب و آزادی دوست، سرور و سالارشان حسین ابن علی را میدانند و ما و شما به این باید ببالیم که امت آخرین فرستاده خالق یگانه محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. شخصیت که فرمود حسین از من است و من از حسینم. در ادامه مداحان و نوه سرایان با خوانش نوه های سینه زنی و ذکر مصائب واقعی عاشورا پرداخته و مردم نیز با اشک ریختن در رسای امام حسین علیه السلام و سینه زدن به عزاداری پرداختند. السلام علی حسین. اگر کشتم چرا خاکت نکردن، اگر کشتم چرا را ست بریدن، سکینه بر نوک نی زنم بودن. حسینم با حسینم با حسینا حسینم سینه بزن. غریبم با غریبم با غریب با حسینم ماشاءالله. غریبم با غریبم ای شمس ولایت، باید بگذار که دشمن بر دید زند دید، بر فرق مودم از شام ولادت تا روز شهادت مشتاق تو بودم. خجلت زدم هستم از هنجر خشک گلهای مدینه، هم عشق بشندم هم آب نخوردم با یاد سکینه. ای شمس ولایت، ای شمس ولایت، عباس ولایت، ای شمس ولایت، عباس ولایت. هم چشم ندارم هم دست ندارم هم آب ندارم، هم چشم ندارم هم دست ندارم هم آب ندارم. دیگر بچه روی بر دیدن طفلان رو در حرم آرم. ای شمس ولایت عباس فدا ماشاءالله. شمس ولایت عباس فدا
چهره اشکم افتاد به دریا، دریا به فغان شد. یک قطره اشکم افتاد به دریا، دریا به فغان شد. ناگاه به چشمم زیل به ازغر در آب یاد شد. این شمس ولایت عباس فدا، این شمس ولایت عباس فدا، این شمس ولایت عباس فدا. اشتراک کنندگان در این مراسم میگویند که در این مکان جمع شده اند تا از سال روز شهادت امام حسین علیه السلام، سرور و سالار شهیدان عالم، بزرگ داشت به عمل بیاورند. امام حسین یک نبی پیامبر بود که بر دشت کربلا روز دوم عاشورا به شهادت رسید، بسیار ظالمانه، چون با 72 یاورش که بود به دشت صحرای کربلا، امروز دهم عاشورا است که امروز به شهادت میرسند. بسیار یک غم بزرگ برای امت است، بسیار یعنی یک درد بزرگ است که امت این را تجربه میکنه، چون یعنی امامی که برایشان مهربانی، همدلی، شجاعت را تعریف میکرد، امروز از دستش میدن. بسیار یک غم بزرگی است. خود امام حسین با 72 یار با وفایش در سرزمین کربلا به شهادت رسید و همه ساله در سراسر جهان و همچنان در این مکان مقدس از این روز تجلیل به عمل می آید. و خود حادثه عاشورا یک حادثه جاوید است، یک حادثه ای است که در این حادثه پیروزی حق بر باطل ما گفته می تانیم که این جاوید بودن حادثه است و ای حق بودن حادثه است که تا امروز ماندگار شده. انشالله تا قیامت ای حادثه جریان داره و ای از این روز تجلیل به عمل میاد و همه آزادگان جهان باید از قیام امام حسین درس بگیره و تا امروز در مقابل ظالم ایستادگی کنند. از عاشورا ما درس های بسیار زیاد میگیریم، اما اگر با یک کلام خلاصه بگویم که من از مکتب عاشورا این را آموختم که مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است. این را حسین مولایم برای من آموخته است. خب ما درسی از این مکتب گرفتیم که ما باید در مقابل هوای نفس خود استادگی کنیم، ما در مقابل ظلم استادگی کنیم، ما باید طرفدار مظلوم باشیم. ای که ما از حضرت امام حسین علیه السلام این را آموختیم که باید همه جا و هر وقت هم در مقابل نفس خود، در مقابل هوای نفس استادگی کنیم، هم در مقابل ظالم استادگی کنیم، و ای که باید همیشه آزاده باشیم، حور باشیم، و ای که تن به ذلت و تن به رذالت ندیم. قیام امام حسین علیه السلام حرکت اعتراضی بود علیه حکومت یزید بن معاویه آغاز کرد. هدف اصلی امام حسین از این قیام بازگرداندن جامعه اسلامی به مسیر صحیح و مبارزه با انحرافات بود. امام حسین برای تمام جهانیان درس آزادگی و دینداری داد و آموخت که مرگ با عزت از زندگی با ذلت بهتر است. او نماد شجاعت، عدالت و ایثار است و این جملات نیز از اعماق ایمان و عشق او به انسانیت سرچشمه می‌گیرد.